سلام به رفقای عزیز، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب 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 باشه. بعد از مدت ها دوباره رو در روی شما شدم و این ویدیو رو تونستم براتون ضبط بکنم. یه مدت زیادی بود که برای تمام کانال های من مشکل های مختلفی خورده بود و دیمانیتایز می شدن و تو ریویو یوتیوب رد می شدن و مشکل های مختلف می خورد که باعث می شد که منی که فکر می کنم روزی بعضی وقتا 5-6 تا ویدیو می ذاشتم، الان چند ماهه که ویدیوهای زیادی نذاشتم، به خصوص ویدیوی رو در رو که مدت هاست فکر میکنم نداشتم و جلوی دوربین نیومده بودم. خوشحالم که الان دارم دوباره این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم و میخوام راجع به یه موضوع مهم که واسه کانال من پیش اومده و مطمئنم برای کانالهای زیادی این اتفاق افتاده صحبت بکنم. مشکل دیمانیتایز شدن و تایید نشدن توی ریویو یوتیوب. فعلا تصمیم گرفتم این ویدیو رو توی این کانال جدیدی که تازه ساختم و هنوز ویدیویی نداره قرار بدم، ولی حالا احتمالا در آینده از اینجا پاکش کنم و به اون کانال اصلیم که کانال میم تیویه و حالا آموزش های یوتیوب و تجربه هایی که توی یوتیوب به دست آوردم اونجا قرار دادم، اونجا بذارم که پشت سر هم باشه و کسی خواست بعدن در آینده استفاده کنه اونجا مراجعه کنه و ویدیوها کامل باشه. واسه همینم اینترو و حالا لوگو اینجور چیزا برای این ویدیو نمیذارم که بعدن بشه توی اونورم استفاده کرد. یه عذرخواهی میکنم، قرار بودش که این ویدیو در قالب یه لایو باشه و من قرار بودش که پنجشنبه شب آنلاین بشم و لایو بذاریم. حالا خیلی هم به من پیام دادن که چی شدش، قرار بود ساعت 10 آنلاین بشی، ولی متاسفانه یه مشکلی پیش اومد، هم نتونستم ساعت 10 حضور داشته باشم. واسه همین برای اینکه دوباره وعده یه لایو ندم، دوباره مشکل بخوره، تصمیم گرفتم یه ویدیو بگیرم و حالا با کیفیت بهتری خدمت شما ارائه بدم که راجع به اون موضوعاتی که قرار بودشون لایو صحبت کنیم تو این ویدیو صحبت بکنیم. حالا احتمالاً ویدیو رو با یه روز دو روز تاخیر میبینید. اما توی این ویدیو قرار راجع به چی صحبت بکنیم؟ کسایی که حالا قبلتر منو ویدیوهامو دیده باشن یا با کانالام آشنایی داشته باشن، من فکر میکنم سلطان رد شدن توی ریویوهای یوتیوب هستم. چند تا کانال دارم که خیلی سریع تونستم هر کدومشونو به مرحله مانیتایز و اون 1000 سابسکرایب و 4000 ساعت برسونم، ولی وقتی تو مرحله ریویو میرسه یوتیوب یه ذره با ما سر سازگاری نداره و کانالایی که معمولا برای درخواست ریویو میفرستم رد میشن و حداقل توی دفعه اول تایید نمیشن، بعضیشون دو بار، سه بار، چهار بار حتی توی ریویو رد میشه. و جالبش اینه که هیچ کدومشون هم با دلیل مشخصی رد نمیشه. خیلی از کانال ها هستن که به خاطر ریوز کانتنت رد میشن، تایتل نامناسب، تصاویر مثلا مشکل دار یا محتوای مغایر با قوانین کودکان، ولی کانال من هیچ دلیل مشخصی نداره رد شدنش و میگه که در حال حاضر واجد شرایط مانیتایز شدن نیستی. ویدیو هم زیاد راجع به این مشکلم ساختم، حالا لینکاشو من توی دیسکریپشن قرار میدم که از کانال اولم هستش، توی تجربه اول رد شدنم، تجربه دومش، تجربه یه ویدیو برای تجربه‌های مختلفی که داشتم، برای هر کدومش من یه دونه ویدیو مجزا ساختم، یه ویدیو برای قوانین یوتیوب ساختم، یه ویدیو برای این مرحله‌ای که تایید تونستم بگیرم و کانالم مانیتایز شدهش ساختم. حالا کسایی اگه مشکل مشابه منو برخورده باشن میتونن به اون ویدیوها مراجعه بکنن که لینکش هم توی دیسکریپشن هست و احتمالاً با دیدن اون ویدیو خیلی‌هاشون بتونن مشکلشون رو حل بکنن، ولی این ویدیو یه ذره کامل‌تر هستش. میخوام کلن داستان اتفاقاتی که برای من از اول تا الان افتاد و تعریف بکنم، یه سری از مطالبی که میگم شاید توی ویدیوهای قبلی هم گفته باشم بهش، ولی چون که میخوام جامع صحبت بکنم توی این ویدیو کامل همه اون قضایی ها رو تعریف میکنم و چه مراحل طی کردم و چند بار رد شدم و چند تا کانال کلن بالا آوردم و درخواست ریویو، درخواست مانیتایز شدن و براش فرستادم. احتمالا این ویدیو هم یه مقدار تایمش طولانی بشه، عذرخواهی میکنم به خاطر تایم زیاد این ویدیو. اما بریم سراغ داستان کانال های من. من کانال اولم اگه سابسکرایب داشته باشید کانال میم تیوی هستش که حدودا از خرداد 99 استارتش رو زدم و توی هولوش 6 ماه توی اواخر آذر اون 1000 تا سابسکرایب و 4000 ساعتش رو تونستم پر کنم و درخواست حالا ریویو رو توی اوایل دی ماه فرستادم که سال 9 میلادی هم بودش.
اولین بار درخواست ریویو رو توی اوایل دی ماه دادم که بعد 8 روز جوابش اومد و گفتن که کانالت فعلا واجد شرایط مانیتایز نیست، یه ماه دیگه یعنی هولوش 20 بهمن درخواست تو بده. و من کلی ویدیوهامو توی اون بازه یه ماه پاک کردم، کلی ویدیوهامو ویرایش کردم که حالا توی ویدیوی اول درخواست رد شدن کامل گفتم چی کارا کردم. دوباره 20 بهمن درخواست دادم، دوباره رد شد، گفتن که اوایل فروردین میتونی دوباره درخواست بدی. دوباره تو این بازه کلی ویدیو پاک کردم، کلی ویدیوی جدید منتشر کردم، باز اوایل فروردین توی اید رد شدش، گفتن که یه ماه دیگه میتونی درخواست بدی، که فکر میکنم گفتن 10 اردیبهشت 15 اردیبهشت. دوباره اون تایم درخواست دادم و این بارم تایید نشد و حالا از طریق شرکت MCNی که داشتم، با توجه به اینکه این بار 4 بار درخواست داده بودم و درخواستم تایید نشده بودش، از طریق اونا یه سری مکاتبات با یوتیوب کردیم که حالا اونم ویدیوشو گذاشتم، ویدیوی تایید شدنم توی تایید شدنم برای مانیتایزه که اونم میتونید مراجعه کنید که ببینیم چه مکاتباتی ما از طریق MCN با شرکت یوتیوب داشتیم و تونستیم مانیتایز کانالو بگیریم. خلاصه توی اواخر اردیبهشت ماه بودش که خلاصه توی اواسط اردیبهشت ماه بودش که کانال من مانیتایز شد و به درآمدزایی رسید. 2-3 روز پایانی ماه میلادی بود، اون ماه هیچی، یه ماه هم کامل من فعالیت داشتم توی یوتیوب، یعنی عملا یه ماه و 3-4 روز من کانالم مانیتایز بود و خیلی فعال بودم. فکر میکنم حالا روزهای اولش نه، ولی روزهای آخر روزی شاید 4 تا ویدیو هم میذاشتم و از نظر فعال بودن خیلی اکتیو بودم. ولی متاسفانه یه مشکلی برای یکی از کانال هایی که با من ادسنس مشترک داشتش و از طریق شرکت MCNی که حالا کار میکنم ادسنسش مشترک بودش، پیش اومد و استرایک خورد و کانالش حذف شد و کانال منم جز کانال هایی بودش که با اون کانال حذف شد متاسفانه. ولی خب شرکت MCN هم مکاتباتی کردش با یوتیوب و توی 2-3 روز تونستش که کانال ما رو برگردونه، ولی متاسفانه تا کانال رو برگردون به 24 ساعت نکشید که دوباره کانال دیمانیتایز شد. یعنی انواع اتفاقات بد داره برای این کانال من میفته. خلاصه دیمانیتایز شد و دوباره گفتن که یه ماه بعد میتونی که درخواست مجدد مانیتایز بدی. و من برای اینکه واقعا هم یه سری پروسه خیلی طولانی رو رفته بودم، کلی مدارک فرستاده بودم، فیلم خام فرستاده بودم که مثلا ثابت کنم که این کانال مال خودمه، یه سری عکس فرستادم که حالا اسم خودم و اسم کانال رو روش نوشته بودم و مشخص میکردش که این کانال مال منه، با این مدارک تونسته بودم به یوتیوب بفهمونم که آقا من کانالم مشکل نداره. خلاصه با شرکت MCN صحبت کردیم و یه مشورتی کردیم و گفتش که درخواست ریویو تو بده یه ماه بعد، حالا فکر نمی کنم مشکل بود. درخواست ریویو رو هم دادم و بازم رد شد. خلاصه الان داریم از طریق باز شرکت MCN مکاتبه ای انجام میدیم و امیدواریم که کانال اول رو بتونم برگردونم. این داستان کانال اول من بود تا از خرداد پارسال تا الان. کانال دوم هم احتمالا خیلی هاتون ساب داشته باشید، کانال زرد تیوی. بعد از اینکه من دفعه سوم کانال اولم رد شدش، احتمال دادم که شاید یه مشکلی خود این ادسنسه داشته باشه یا یه مشکلی خود کانال داشته باشه که من هر کاری هم بکنم، کل ویدیوهام هم پاک کنم، از اول شروع بکنم، یوتیوب تاییدش نمیکنه. واسه همین رفتم یه کانال دوم هم زدم، توی اون دوباره یه سری ویدیو گذاشتم و ویدیوهایی که حالا گذاشتم خیلی سریع تونست واچ تایم بگیره، چون هر روز ویدیو میذاشتم و خیلی روزا حتی 2-3 تا ویدیو میذاشتم. این خیلی عامل موثری برای رشد کانال. من فکر میکنم تو 25 روز زیر 1 ماه تونستم واچ تایمم رو پر کنم. سابسکرایبام یه ذره کم بودش، توی 35 روز اینطورا تونستم 1000 تا سابسکرایب و 4000 ساعت برای کانال دومم پر کنم. یعنی پروسه‌ای که برای کانال اولم 6-7 ماه طول کشیده بود، توی این کانال حدود 1 ماه طول کشید. خلاصه تونستم این واچ تایم و سابسکرایب بشم پر کنم و وسطای فروردین استارت زده بودم، وسطای اردیبهشت تونستم درخواست ریویو اولو برای کانال دومم ارسال بکنم. اونم باز درخواستشو ارسال کردم، برای اینکه یه ذره حدس میزدم که شاید مشکل از ادسنس باشه یا شاید شرکت MCN هم رو عوض کنم شانسم بیشتر باشه. شرکت MCN هم رو عوض کردم،
توی این ویدیو حالا دوست ندارم زیاد اسم شرکت ها رو بگم، ولی اگه مشکلی نخورم و بتونم تاییدیه یوتیوب رو بگیرم، من توی ویدیو مفصل میخوام تجربه 4 تا همکاری که با شرکت های MCN مختلف داشتم و از هر 4 تاشون هم مشورت های خیلی خوبی گرفتم، کمک های خوبی گرفتم و هم از 4 تاشون شاید مشکل خوردم و کانالام رد شدن با این MCN ها. ولی به صورت کلی بخوام بگم MCN خیلی مهمه، ولی اونجوری هم که حالا فکر میکنید نیستش که اگه کانالتون با این MCN بره درخواست ریویو بده 100% تایید میشه و با اون یکی MCN بده 100% رد میشه. من تجربه رد شدن با همه این MCN ها رو داشتم، پس با همشون ممکنه شما رد بشید. حالا مفصل‌تر میگم که کدوم MCN خدمات پشتیبانی بهتری میده، کدوم MCN برای شما مکاتبه بهتری میکنه. اینو مفصل‌تر توی ویدیو دیگه میگم. برگردیم به کانال دومم که درخواست ریویو اولش هم دادم و تایید نشدش. حالا از طریق MCN گفتم که اگه همچین مشکلی پیش اومده شما میتونید برای من مکاتبه بکنید، که خیلی واضح گفتن که نه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. برعکس شرکت MCN که حالا 4 مرحله برای من راهنمایی داده شو و مکاتبه کرده شو، بالاخره بعد 4 نوبت تونستش بنده تا ایزا منو بگیره، ولی این شرکت MCN گفتش که ما از این مشکل ها زیاد خوردیم و امیدی هم نداریم که بتونیم با مکاتبه برگردیم، چون شانسش خیلی کمه، ما تایم نمیذاریم براش. خیلی راحت آب پاکیو ریختن رو دستم. خلاصه درخواست دومم من خودم دادم که برای کانال دومم، که توی درخواست دومم بازم رد شد، که تصمیم گرفتم که برم و MCNم رو عوض کنم، که هنوز به مرحله ریویو سوم نرسیده، ولی فکر میکنم با این شرکت برم، حالا شاید دفعه سومم دفعه چهارمم رد بشم، ولی بالاخره من میتونم با مکاتباتی که این شرکت MCN میکنه بتونم تاییدیه‌مو بگیرم. اینم پس داستان کانال دومم بودش که تا حالا فکر کنم 2 بار رد شده، یا 2 بار یا 3 بار رد شده، انقدر زیاد رد میشم من آمارش از دستم در رفت. 2 بار یا 3 بارم با این کانال دومم رد شدم و هنوز مانیتایزشو نتونستم برای حتی بار اول هم بگیرم. کانال اولمو 1.5 ماه تقریبا مانیتایز بوده شو، درآمدزایی داشته شو، درآمدش هم خیلی خوب بود و تازه داشت به رشد میرسید و من توی هفته آخری که کانالم درآمدزاییش فعال بودش توی 1 هفته $350 فکر میکنم درآمد داشتش، و اگه حالا روندش متوقف نمیشد من پیشبینی می بودش که برای ماه دوم بتونم ماهی $1000 هم حتی درآمد داشته باشم، که حالا قسمت نشدش. ولی خب اینا به نظرم همش تجربه است و تجربه ها کمک میکنه که محتاطانه تر و دقیق تر بتونم کارمو ادامه بدم. اما برگردیم به موضوع اصلی ویدیو که دلیل رد شدن کانال های مختلف هستش. واقعیتش خیلی جا من دیدم که میگن مشکل از مثلا فلان شرکت MCNی که کانالاش رد میشه، مشکل از مثلا فلان محتوا. همه اینا ها ممکنه تاثیر داشته باشه، ولی هیچ تضمینی هم نیستش که شما وقتی با این شرکت کار میکنی 100% تایید میشه یا 100% رد میشه. اینو بعد از من بپرسید که هم با انروپی کار کردم، هم با مستر تویب کار کردم، هم با افراک، با شرکت زیگزاگ هم مکاتبه زیاد داشتم و از حالا پشتیبانیش استفاده کردم، ولی من با هر ستای این شرکت ها درخواست مانیتایز فرستادم و با هر ستاشون هم رد شدم. ولی و اینو میتونم بهتون تضمینی بگم که اونجوری نیستش که شما اگه با انروپی رد شدید برید مثلا با مستر تویب همین کانالو درخواست بدید میتونید تاییدیه بگیرید. بیشتر یوتیوب حالا فازش اینجوریه که باید مکاتبه باشون انجام بدید که بتونید درخواست بتونید تاییدیه ها رو بگیرید. شما کانالتون یا بدون هیچ مشکلی تایید میشه یا به مشکل میخوره مثل کانال های من، که با ویرایش کردن و اینا حالا شاید تا یه جاهایی بتونید کانالتون رو به یه سر و سامونی برسونید و بتونید درخواست مانیتایز شدن رو برسونید، ولی بازم هیچ تضمینی نیستش و ممکنه 4-5 بار حتی درخواست بدید و مشکل بخورید و درخواستتون تایید نشه. این مشکل هم حالا برای کانال های کوچیک و تازه تأسیس نیستش، فقط فکر میکنم آریا کوکسا رو همتون بشناسید، پارسال یه بازه درآمدزایی کانالش بدون هیچ دلیلی چیز شدش، دیمانیتایز شدش و یکی دو ماه فکر میکنم اصلا درآمدی نداشتش. ویدیوش هم حالا تو کانال خودش هست، میتونید برید مراجعه کنید. اونم حتی هر مکاتبه‌ای با یوتیوب کرده بود نتونسته بودش تاییدیه بگیره و
یکی دو ماه فکر میکنم درخواست کانالش دیمانیتایز بود و مثلا بقیه ماها درخواست ریویو داده شد، توی دفعه دوم فکر میکنم تایید شده شد و بعد دو ماه تونست درآمدزایی کانالش رو فعال بکنه. همین اخیراً هم برای آریا کیوکسار دو تا استرایک اومدش و هر کاری کرد نتونستش این استرایکاش که کامیونیتی گایدلاین هم بودش و استرایک مثلا یه شخص نبودش، خود انجمن یوتیوب بهش اخطار داده بودش و همین باعث شده بود که اگه فکر می‌کنم استرایک سومم از هر طریقی می‌گرفت باعث می‌شد که کانالش کلاً دیلیت بشه. خلاصه یعنی برای اون افرادی که حتی نفر اول یوتیوب هستن این مشکلات پیش میاد. حتی کیودیپای هم فکر میکنم کانالش یه هفته ده روز بند شده بودش سر استرایکی که گرفته بود. میخوام بگم که خیلی ناامید نباشید و بدونید این مشکلات حتی برای یوتیوبرهای بزرگ هم پیش میادش. فقط یوتیوب کلن سبکش اینجوریه که شما باید صبرتون بالا باشه و تلاشتون زیاد. تو کوتاه مدت مطمئنا نتیجه نمیگیرید ازش، باید طولانی مدت روش کار بکنید و امید داشته باشید که حالا حتی اگه درخواست ریویو میدید دفعه پنجم، ششم، هفتم حتی بالاخره تایید میشه. ویدیوهای زیادی هم با موضوع دیمونتایز شدن یا تایید نشدن توی ریویو یوتیوب یا قوانین یوتیوب ساختم که حالا یه بخشایشو میتونید تو ادامه ببینید. اما برای این مشکل کلا باید چیکار بکنید؟ پیشنهاد من به کسایی که چه برای دفعه اول دومی که توی ریویو یوتیوبی رد میشن، چه کانالی داشتن که بدون مشکل ریویو رو تاییدیه گرفته همون دفعه اول ولی بعد یه مدت دیمونتایز شدن، اینه که اولین کاری که برن بکنن اینه که برن قوانین یوتیوب و پالیسی های یوتیوب رو به صورت کامل نگاه کنن و ببینن که کجاهای کانالشون مغایر بوده با این قوانین و مشکل و کجاهای کانالشون مغایر بوده با این قوانین و یه جایی پالیسی های یوتیوب رو زیر پا گذاشته. یه ویدیو خیلی مفصل درست کردم که حالا لینکش هم تو دیسکریپشن میذارم همین بالا قرار میدم که بتونید اون ویدیو رو تماشا بکنید که احتمالاً خیلیاتون مشکلتون با این ویدیو رفع میشه. قوانین یوتیوب یه سری دسته‌بندی کلی داره، روی یه سری از ویدیوها و موضوعات خیلی حساسه. بیشتر کسایی که رد میشن کانالشون توی ریویو یوتیوب ولی و یا بعد از مانیتایز شدن رد میشه، مشکل اصلیشون ریوز کانتنته، یعنی محتوای دانلود آپلودی دارن، یعنی یه محتوایی از داخل خود یوتیوب یا از جای مختلف مثل آپارات و اینستاگرام و اینا برمیدارن بدون کمترین ادیتی اونو عیناً بازنشر میدن توی یوتیوب، مثل کانالایی که ویدیوهای فیلم و سریال میذاره یا برنامه‌های تلویزیونی رو قرار میده. اینا به احتمال خیلی خیلی زیاد کانالشون به مشکل ریوز کانتنت میخوره و تایید نمیشه. حالا یا 100% محتوای کانال شما شامل ریوز کانتنته که عملا بهتون میتونم بگم که هیچ کاری نمیتونید بکنید و باید کل ویدیوهاتون رو پاک بکنید و از اول شروع بکنید یا کلا کانالتون رو بیخیال بشید و یه کانال جدید بزنید. ولی بعضی از کانال‌ها هم هستن که این مشکل ریوز کانتنت برای 100% ویدیوهاشون نیستش و یکی دوتا ویدیوی حالا دانلود آپلودی گذاشتن و اونا رو اگه پاک بکنن بقیه محتواشون مال خودشونه و بدون مشکل میتونن مانیتایز رو بگیرن، ولی این دیلیت کردن باعث میشه که واچ تایم اون ویدیوها از بین بره. یعنی اگه شما تو کانالتون 10 تا ویدیو دارید و 9 تاش مال خودتونه ولی یه دونش مال مثلا یه فیلم و سریالیه و کل واچ تایم و ویوتون هم با اون یه ویدیوتون استید پر بکنید، با حذف کردن اون عملا واچ تایم ویو اون ویدیو هم میپره و بعد اگه کم دارید بعد اون واچ تایم ویو رو پر بکنید برای درخواست مجدد مانیتایز شدن. و به این نکته هم خیلی خیلی توجه داشته باشید که مهم نیستش که حالا محتوایی که میذارید مال خودتونه یا از جایی دانلود آپلود میکنید. شما حتی اگه دو تا کانال هم دارید، هر ویدیویی که تولید میکنید فقط مجاز هستید که توی یه کانال بذارید، یعنی اونجوری نیستش که توی دو تا کانالتون یه ویدیو رو بذارید و از دوتاش هم درآمدزایی بگیرید و مشکلی هم نخورد. شاید یوتیوب اولش تاییدتون بکنه و بدون مشکل هم جلو برید، ولی چون خلاف قوانین یوتیوب دارید چون عمل میکنید هر لحظه ممکنه که یوتیوب بفهمه و هر دوتا کانال رو دیمانیتایز بکنه. این مشکل برای یکی از دوستان من پیش اومدش و توی دو تا کانال داشت موازی یه سری ویدیو رو به صورت رندوم میذاشتش و همین باعث شدش که یوتیوب بفهمه و دوتا کانالش رو غیر فعال بکنه.
مهم هم نیستش که 100% ویدیو رو استفاده میکنید یا بخشی از اون ویدیو رو استفاده میکنید. حتی اگه بخش کوتاه هم از اون ویدیو باشه، این احتمال وجود داره که کانال شما تایید نشه و دیمونتایز بشه. پس توصیه‌ام به شما اینه که اگرم میخواید از ویدیوهای کسای دیگه استفاده کنید، تحت قانون فریوز استفاده کنید. قانون فریوز هم به شما این اجازه رو میده که از ویدیوهای دیگران استفاده بکنید، ولی بخش کمی از محتوای شما، بخش کمی از محتوایی که تو ویدیوتون قرار میدید از اون محتوای اون فرد باشه. کانالای خیلی حرفه‌ای اگه دنبال کرده باشید، نمیان مثلا یه مصاحبه یه فرد رو به صورت کامل بذارن توی کانالشون، یا خیلی لایو های اینستاگرام، یا صحبت هایی که توی کلاب هاوس میشه، یا ویدیوهایی که حالا افراد مختلف توی اینستاگرام قرار میدن و نمیان عیناً توی کانال خودشون قرار بدن. اولا که یه ادیتی روی کل ویدیو انجام میدن، اول آخرشون حالا صحبت های خودشونه و وسطش میان اون ویدیوی اون فرد رو میذارن، و ترجیحشون هم اینه که ویدیوی فرد رو به صورت کامل نذارن، یا یه ادیتی بکنن، کراپی بکنن، یه بخشایی از تصویر اون فرد رو بذارن، یا کلن با اینکه لایو و تصویر و صدا وجود داره تصویر رو حذف کنن و فقط صدای فرد رو بذارن. این کارا باعث میشه که ویدیو شما تحت قانون فریوز قرار بگیره و احتمال رد شدن شما چه با دلیل ریوز کانتنت و چه با دلایل دیگه خیلی کاهش پیدا بکنه. پس به این نکته خیلی توجه بکنید که ویدیوهای کسای دیگر رو عیناً استفاده نکنید. و به این نکته هم توی قانون فریوز باید توجه بکنید که اگر ویدیو شما مثلا 10 دقیقه تایم میشه، باید بیش از 50% ویدیو صحبت های خود شما باشه، حالا یا تصویر شما باشه یا صدای شما باشه. یعنی اگه 10 دقیقه ویدیو دارید، ماکسیمم 5 دقیقش باید صحبت ها و لایو اون فرد باشه، حالا صحبت های لایو اون فرد که ادیت هم تازه روش انجام گرفته، بقیهش باید توضیحات خودتون باشه. اگه میبینید که توضیحات زیادی نداره، تیکه های کمتری از ویدیوی اون فرد رو بذارید، بر ندارید یه ویدیوی 30 دقیقه‌ای بسازید که یه دقیقه اول و آخری صحبت های خودتونه، 28-9 دقیقهش مثلا صحبت اون فرده. اینا باعث میشه که احتمال رد شدن شما یا دیمونتایز شدن شما بالا بره. من کانال دوستان زیادی رو توی این تایمی که حالا خودم به مشکل خوردم، با دوستان زیادی آشنا شدم و کانال های افراد مختلف رو نگاه کردم. خیلی هاشون دلیل رد شدنشون همین بوده. پس به این نکته خیلی توجه بکنید. اکثر افرادی که حالا با این دلیل رد میشن، تحت دلیل ریوز کانتنت که رد میشن. یه سری افراد هم هستن که حالا دلیل رد شدنشون خیلی خیلی واضحه، مثلا میگن که شما تایتل های ویدیوهاتون مشکل داره، یا شما تگ های غیر مجاز دارید، یا مثلا دیسکریپشنتون غیر مجازه. به این ساختار تگ، دیسکریپشن و تایتل هم شما باید دقت کنید. کارهایی که رفتار رباتگونه تلقی میشه و باعث میشه که یوتیوب حس کنه که شما سعی دارید که اونو دور بزنید و به یه طریق غیر معقولی میخواید سئو بازدید بالا بگیرید. این کارها رو نکنید. مثلا خیلی ها برمیدارن توی دیسکریپشنشون یه عالمه تگ میزنه، یه عالمه کلمه کلیدی میزنه، یا خیلی ها برمیدارن هشتگ استفاده میکنن. این کارها قدیم بودش که توی موتورهای جستجوی یوتیوب افراد انجام میدادن و سئوشون رو از این طریق ارتقا میدادن. مثلا یه موضوعی درباره آموزش فتوشاپ، مثلا یه ویدیویی درباره آموزش فتوشاپ یه نفر میسازه و توی اون پایین دیسکریپشنش هر چی کلمه کلیدی مربوط به فتوشاپ رو قرار میده و انتظارش اینه که مثل گذشته موتور جستجوی یوتیوب، موتور جستجوی گوگل به این کلمات کلیدی واکنش نشون بده و توی هر سرچی ویدیوی این فرد رو بالا بیاره. اولا که دیگه از این طریق نمیتونید شما بازدید بالا بگیرید و رتبه سئو بالایی بگیرید. از طرف دیگه هم چون خلاف قوانین یوتیوبه، باعث میشه که شما هم کانالتون تایید نشه، هم اخطار کامیونیتی گایدلاین بگیرید و یه جور برای شما استراک حساب میشه که اگه 3 تا بگیرید توی یه بازه 90 روزه، باعث میشه که کلا کانال شما رو یوتیوب حذف بکنه. پس این کار رو هم به هیچ وجه انجام ندید. موضوع دیگه ای که حالا شاید برای خیلیاتون سخت باشه ولی برای بعضیا شاید مقدور باشه و بتونن انجام بدن، بحث کانتنت آیدی گرفتنه. شما اگه برای ویدیوهاتون بتونید کانتنت آیدی بگیرید، هم افراد دیگه نمیتونن از اون ویدیو به این سادگی. مورد دیگه ای که ممکنه باعث بشه که کانال شما دیمونتایز بشه یا توی ریویو یوتیوب تایید نشه، اینه که رفتار تبلیغاتی رباتگونه داشته باشید. خیلی از افراد هستن که حالا بعد از اینکه یه ویدیویی رو منتشر میکنن،
به صورت خیلی بیش از حد و آزاردهنده میان تبلیغ ویدیوشون رو میکنن، میرن توی کانال‌های مختلف کامنت میذارن، لینک ویدیوشون رو قرار میدن، توی شبکه‌های اجتماعی مختلف میان تبلیغات ویدیوهاشون رو انجام میدن و همین باعث میشه که مثلا شما اگه برای 100 نفر بری کامنت بذارید، 5 نفرش هم بیاد اون کامنت رو بلاک کنه یا ریپورت بده، باعث میشه که یوتیوب شک بکنه که این کامنتی که شما قرار دادید احتمالاً یه محتوایی داره که برای افراد زیادی آزاردهنده هستش و همین دلیلی میشه که یوتیوب کانال شما رو تایید نکنه یا اگه کانال شما درآمدزاییش فعال هستش شما رو بدون هیچ دلیل موجهی دیمانیتایز بکنه. البته دلیلش موجه هستش ولی توضیح کاملی به شما نمیده و میگه در حال حاضر کانال شما واجد شرایط مانیتایز شدن نیستش. پس من خودم یه تایمی این کار رو میکردم ولی شما سعی بکنید که این کار نکنید و اگرم در گذشته این کار رو میکردید یا همین الان که کانالتون به مشکل خورده این کار رو کردید، سعی کنید از این به بعد این کار رو نکنید. یه فاصله زمانی وقتی که بیفته، حالا اون امتیازهای منفی که شما به شما یوتیوب داده اثرش کمتر میشه، نه که بگم کامل حذف میشه ولی اثرش کمتر میشه و شاید شما بدون اینکه هیچ تغییری توی کانالتون بدید، همین که این رفتار رباتگونه و این رفتار اسپمگونه رو ندارید، بعد از یه تایم مثلا یه ماه و نیمه کانال شما دوباره تایید بشه. پس اگه این کار رو هم کردید از الان انجامش ندید و امیدوار باشید که توی دفعه‌های بعدی یوتیوب شما رو تایید میکنه. موضوع دیگه ای که یوتیوب خیلی براش مهمه محتوای ویدیوهای شماست. یعنی شاید محتوای کانال شما در ظاهر هیچ مشکلی هم نداشته باشه ولی صحبت‌هایی که توش می‌کنید صحبت‌هایی باشه که حالا برای امنیت کودکان خطرناکه یا صحبت‌هایی باشه که توهین به یه دین یا توهین به یه نژادی توش باشه. خیلی از دوستان فکر می‌کنن که چون ویدیوهاشون رو به صورت زبان فارسی دارن تولید می‌کنن، این توهین‌های، این مثلا حرف‌هایی که امنیت کودکان رو در خطر میندازه یا خیلی از افراد کلمات فحاشی توی ویدیوهاشون استفاده میکنن، اینها رو شاید اون لحظه‌ای که ویدیو رو شما منتشر میکنید یوتیوب متوجه نشه ولی یه دفعه میبینی بعد 6 ماه، بعد 7 ماه، حتی برای کانال‌های بزرگ همین اتفاق افتاده، حتی برای کیودیپای که الان میشه 100,000 تا سابسکرایب داره این اتفاق افتاده و یکی از ویدیوهای خیلی قدیمیشو به دلیل صحبت‌هایی که توی ویدیوش انجام داده بودش استرایک دادم بهش انجمن یوتیوب و اختار گرفت و یه مدت یه هفته 10 روزه بند شده بود. پس به این نکته خیلی توجه بکنید و اصلا اینجوری پیش خودتون نگید که چون من فارسی حرف میزنم نمیتونه تشخیص بده که این لغت‌هایی که من دارم استفاده میکنم چیه، اصلا فحاشی هستش، توهین هستش. حتی اگه شما به یه گویش محلی هم دارید ویدیو میسازید که برای فارسی زبان ها هم حتی شاید کلماتش خیلی واضح نباشه و نفهمن که اینها توهین یا فحاشی هستش، اونها رو هم حتی یوتیوب میتونه تشخیص بده. پس به این نکته توجه بکنید. امنیت کودکان شامل مثلا مسائل مثبت 18 هستش، مسائلی هستش که کودکان شاید در قبل از سنین قانونی نباید این صحبت ها رو بشنوند. شما حتی اگر ویدیوهای مثبت 18 هم تولید میکنید، ویدیوهایی تولید میکنید که توش صحبت های مثلا زناشویی انجام میشه، حتی صحبت های آموزشی در این موضوعات انجام میشه، باید ویدیوهاتون رو لیمیت بکنید و برای کاربرهایی که میان توی کانال شما محدودیت سنی وجود داشته باشه و افرادی که زیر 18 سال هستن نتونن اون ویدیو رو تماشا بکنن. به این نکته پس باید خیلی توجه بکنید. نکته ای که تازگی ها هم یوتیوب خیلی بهش حساس شده کلیک بیت بودن تایتل ها و تامنیل های ویدیو هستش. خیلی از افراد بودن که یه تامنیل جذاب حالا از یه دختر خانومی یا از یه پوزیشن خاصی قرار میدادن و داخل ویدیو اصلا هیچ ربطی به اون موضوعی نداشت. تا یه حدی شما میتونید از این تکنیک ها برای جذب مخاطب استفاده کنید ولی اگر یه تامنیل 100% دروغ برید تولید بکنید، اینها رو هم یوتیوب میفهمه و باعث میشه که به شما استرایک بده. من خودم یه مقدار تامنیل هام در گذشته اینجوری بودش که یه کوچولو کلیک بیت بود و اون موضوعی که توی تامنیل گفته بودم یه ذره متفاوت با اون چیزی که توی ویدیو می‌بینید ولی باز 100% مخالف نبودش و موضوع ویدیو تقریبا همون بود ولی از یه بعد دیگه ای حالا تایتل و تامنیل رو طراحی بکرده بودم که طرف توی دید اول که داره متن تامنیل رو میخونه گول بخوره و روی ویدیو کلیک بکنه که از این طریق هم حالا بازدیدهای زیادی گرفتم. ولی اگه خیلی بیش از حد از این تکنیک شما استفاده بکنید باعث میشه که یوتیوب شما رو دیمانیتایز بکنه و تایید نکنه کانال شما. پس به این نکته هم خیلی خیلی توجه داشته باشید.
رفتارهای توهین آمیزم باز بهش دقت زیادی بکنید. من خیلی از افراد دیدم که حالا به خاطر شرایط جامعه میان یه سری ویدیوهای نسبتا سیاسی میسازن و توش حالا شاید به رئیس جمهور مملکت و یا به افراد مختلف توهین بکنن یا یه حرفهای سیاسی بزنن. درسته حالا درصد بالایی از افراد شاید مخالف خیلی از چیزها باشن، ولی و شاید پیش خودتون هم بگید که یوتیوب یه پلتفرم غیر ایرانیه که حالا مال آمریکا هستش و شاید مخالف اصلا نظام ایران باشه، ولی همین که شما یه ویدیویی میسازید که مخالف عقیده یه سری افراد هستش باعث میشه که اون افراد حتی اگه خیلی هم تعدادشون کم باشن بیان زیر ویدیوی شما کامنت منفی بذارن یا حتی ویدیوی شما رو بلاک بکنن یا ریپورت بکنن و با همون تعداد کم یه وقت ویدیوهای شما اخطار میگیره و باعث میشه که و با همون تعداد کم هم یه وقت ویدیوهای شما اخطار میگیره یا حتی اگه اخطار هم نگیره توی ریویوی که یوتیوب بخواد انجام بده کانال شما رو واجد شرایط مانیتایز شدن قرار نمیده. پس اگر هم میخواید عقاید سیاسی خودتون رو بگید، جوری نباشه که به یه گروه خاص حتی اگه گروهشون خیلی اندک باشه توهینی بشه که باعث بشه اونا حساس بشن، یا یوتیوب کلا موضوع کانال شما رو یه موضوعی بدونه که توهین میکنه به افراد مختلف، توهین میکنه به گروهای مختلف و باعث بشه که کانال شما تایید نشه. خیلی از دوستان من دیدم که میگن که کانال ما تایید نشده توی ریویو یوتیوب یا دیمانیتایز شده و وقتی من میرم توی کانالشون نگاه میکنم میبینم خیلی شفاف داره به یه دین خاصی، مثلا به یه گروه خاصی توی اسلام یا یه گروه خاصی از افراد مختلف که اقلیت دینی شاید توی کشوری حساب بیان توهین میکنه و حتی من دیدم خیلی ها مستقیم دارن به مثلا رئیس جمهور یا به افراد بلندپایه مثلا سیاسی که شناخته شده هستن حداقل برای گوگل و یوتیوب توهین مستقیم میکنن، یا اصلا جدا از اون دعوای خیلی از سلبریتی ها یا هنرمندا رو میان بازنشر میدن و در جبهه داری از یه طرف و در جبهه داری از یه طرف دعوا میان به اون طرف دوم دعوا توهین میکنن. همه اینها رو به یوتیوب خیلی واضح و شفاف میتونه بفهمه و تو قوانینش به صورت مستقیم گفته که توهین به هر گروه و شخصی خلاف قوانین منه. شما حتی اگه خبرگزاری های معروف و بزرگ جهان هم تماشا بکنید، مثل بی بی سی، مثل سی ان ان، شاید جهتگیری سیاسی داشته باشن به یه حزب و گروهی، ولی هیچ وقت مستقیما نمیان دفاع بکنن از یه حزب و گروهی و مستقیما هم نمیان توهین بکنن یا علیه یه گروهی صحبت بکنن. مثلا نمیان اگه مخالف جمهوری اسلامی هستن مستقیما یه حرف توهین‌آمیزی راجع به اونا بگن. شاید خیلی چیزها رو بیان، خیلی از اخباری که به ضرر مثلا اون گروه هستن رو بیان منتشر بکنن و خیلی از اخباری که به نفع اون گروه هستن منتشر نکنن، ولی مستقیما هیچ وقت نه توهین میکنن نه حرفی میزنن که نشه ثابت کرد. واسه همین به این موضوع خیلی دقت داشته باشین. من یه دوستی بودش چند روز پیش برای من آدرس کانالش رو فرستاد و گفتش که کانالم دیمانیتایز نشده، من یه تجهیزات استودیویی خیلی خفن ساختم و چند ده میلیون برای استودیوی شخصیم زمان گذاشتم و من کانالش هم نگاه کردم در 12,000 تا سابسکرایب داره و ویدیوهای فوق العاده با کیفیتی داره توهین میکنه، ولی وقتی محتوای ویدیوهاش رو نگاه کردم و ویدیوهایی که تولید میکردش ضد جمهوری اسلامی بودش و خیلی از حرفهایی که میزد توهین مستقیم به یه سری از افراد خاص بودش، اون فرد حالا پیش خودش شاید گفته که یوتیوب مال آمریکاست، شاید اصلا از این ویدیوهای من استقبال هم بکنن و سریعتر کانال منو مانیتایز بکنن و حتی گفتش که این حتی شاید پیش خودش گفته که ویدیوهایی که من میسازم مورد پسند جامعه بالایی از مخاطبای ایرانی هستش و شاید 90% افراد حرفایی که من میزنم رو قبول داشته باشن. روی این موضوعات نباید خیلی پایه و اساس و روند کانالتون رو مشخص بکنید که بگید من بر این پایه و اساس میام ویدیوها و موضوعهای کانالم رو انتخاب میکنم و امیدوارم هستم که هیچ مشکلی پیش نمیاد. خیلی روی این موضوعات حساس هستش، پس شما باید ویدیویی که میسازید پیش خودتون بگید که این ویدیویی که من دارم به این شکل میسازم باعث نمیشه که یه گروهی از افراد درصدی از افراد ناراحت بشن یا توهین به اون افراد تلقی بشه، چون چه اون افراد بیان شما رو ریپورت بلاک بکنن و چه این کار رو نکنن یوتیوب باز تشخیص میده و برای کانال شما خطرناکه. واسه همین هم هستش که کانال هایی مثل کانال های آموزشی خیلی سریع تاییدیه میگیرن و هیچ مشکلی ندارن.
چون چیزهایی که آموزشی هستش توهین‌آمیز نیستش و به هیچ گروه و فردی هم بر نمیخوره تولید این ویدیوها. حالا تهش این هستش که من اون آموزش رو دوست دارم لایکش میکنم تهش، و یا هم که دوستش، و یا هم که اون آموزش رو دوست ندارم اصلا نگاش نمیکنم. ولی کانال هایی که ریاکشن تولید میکنن، کانال هایی که اخبار تولید میکنن، اینها همشون روی خط قرمز دارن، اینا همشون دارن روی خط قرمز راه میرن. شما ممکنه یه ریاکشنی تولید بکنید و توی اون ریاکشن به یه فرد یا یه گروهی با یه طرز پوشش یا با یه زبان خاص بخندید و اون رفتار از نظر یوتیوب رفتار توهین‌آمیز به حساب بیاد. پس حتی اگه کانال ریاکشن هم دارید به این موضوعات باید دقت بکنید که رفتارتون رفتار توهین‌آمیز نباشه و به هیچ فردی بر نخوره. توی کانال های اخبار هم که خیلی مشخص تره و شما باید خط مش کانال های خبریتون رو به این شکل تعیین بکنید که خیلی مستقیم و شفاف به چیزی اشاره نکنید، فقط بازنشر دهنده اون خبر باشید و جهتگیری سیاسی خودتون، جهتگیری فکری خودتون رو قاطی قضیه نکنید. موضوع دیگه ای که ممکنه یوتیوب بهش حساس باشه بحث کپی رایت هستش. کپی رایت همونطور که میدونید چند دسته کلی داره و زیربخش های زیادی هم این موضوع کپی رایت داره. کپی رایت استرایک داریم که یه فرد میتونه مستقیما بیاد به کانال شما استرایک بده و بگه که محتوایی که تو این کانال استفاده شده محتوای من بوده و اگه یوتیوب تاییدش بکنه یه استرایک میگیرید که اگه 3 تا توی بازه 90 روزه بگیرید کلا کانال شما بسته میشه. مورد دوم هم استرایک های کامیونیتی گایدلاین یا استرایک های انجمن یوتیوب هستش که اونم باز اگه شما ویدیوهاتون در خلاف قوانین یوتیوب باشه خود یوتیوب میتونه مستقیما به شما استرایک بده و اونم باز اگه 3 تا توی یه بازه 90 روزه بگیرید باعث میشه که کانال شما به طور کامل بسته بشه، که این موضوع خیلی خطرناکه و حتی اگه شما با اون کسی که به شما استرایک داده بتونید مکاتبه بکنید و استرایکتون هم حذف بکنید این توی سوابق شما ثبت میشه و حتی اگه اون استرایک حذف هم بشه ممکنه که یوتیوب به خاطر همون استرایک توی دفعه اول کانال شما رو تایید نکنه و بگه که مثلا این فرد یه ماه پیش یه استرایک داشته و خیلی نمیشه به ویدیوهایی که میذاره اعتماد کرد و کانالشو برای درآمدزایی فعال نمیکنه. موضوع دیگه تو کپی رایت کلیم هستش که خیلی از افراد شاید این کپی رایت کلیم رو تجربه کرده باشن و خیلی هم ساده میشه این کپی رایت کلیم رو از روی کانال حذف کرد. حالا اگه شما از ویدیوی کسی استفاده کردید اون تیکه از ویدیو رو حذف بکنید، یا اگه از موزیک کسی یا از صدای کسی استفاده کردید اون قسمت رو بی صدا بکنید یا یه موزیک یا صدای دیگه جایگزینش بکنید. که این کپی رایت کلیم ها شاید در ظاهر خیلی خطرناک نباشن، ولی اگه کانال شما به تعداد زیاد کپی رایت کلیم داشته باشه باعث میشه که توی ریویو یوتیوب تایید نشه. اون لحظه که 4000 ساعت واچ تایم و 1000 سابسکرایب رو که پر کردید که 100% شما برید و چک بکنید اگه کپی رایت کلیم دارید همه کپی رایت کلیم هاتون رو حذف بکنید، چون اگه با شرایط کپی رایت کلیم شما درخواست مانیتایز رو بفرستید احتمال رد شدنتون خیلی بالاست. ولی اگر هم حتی کپی رایت کلیم هاتون رو رفع کرده باشید باز احتمال داره که این توی پرونده شما به عنوان یه سوابق منفی ثبت شده باشه. پس ترجیحاً ویدیوهاتون رو جوری بسازید و بازنشر بدید که توش کپی رایت کلیم نخورید و این دیدگاه رو نداشته باشید که حالا منتشر میکنم فوقش کپی رایت کلیم میخورم و بعد از اینکه کپی رایت کلیم خوردم اون کپی رایت کلیم رو حذف میکنم. سعی کنید جوری ویدیو رو بذارید که اصلا دفعه اول هم کپی رایت کلیم نخورید. موضوع دیگه ای که یوتیوب براش خیلی مهم هستش بحث آزار و اذیت حیوانات و موجودات زنده هستش. خیلی از افراد من دیدم پیج های اینستاگرامی دارن و با همون پیج اینستاگرامی میان یوتیوب هم پیج میزنه، هدفشون حالا حمایت از حقوق حیوانات هستش و میان یه ویدیوهایی از آزار و اذیت حیوانات جایی که مثلا انسان‌ها دارن کتک میزنن حیواناتو منتشر میکنن و هدفشون حالا شاید در راستای حمایت از حیوانا باشه، ولی روی این ویدیوها هم حتی یوتیوب حساس هستش و اگه شما توی ویدیوتون آزار و اذیت حیوانات هم قرار بدید روی کانال شما حساس میشه و هم ممکنه به شما استرایک بده هم که ممکنه کانال شما رو تایید نکنه. توی همین مورد بحث حقوق کودکان هم هستش که این حالا توی دو تا شاخه کلی بررسی میشه. یکی این که شما ویدیوهایی که توش حالا توهینی به یه بچه میشه یا
ویدیویی که کتک زدن یه بچه باشه رو توی کانالتون قرار بدید که این خلاف قوانین یوتیوبه. و موضوع دیگه بحث حقوق کودکانه که به سن قانونی نرسیدن، ما یه محتوای شما بذارید که مناسب افراد زیر 18 سال نباشه و برای اون محدودیت سنی نذاشته باشی و یه کودک زیر 18 سال بره اون ویدیو رو تماشا بکنه، همین باعث میشه که یوتیوب روی کانال شما حساس بشه و به کانال شما استرایک بده یا اونو تایید نکنه. مهم نیستش که ویدیویی که دارید میذارید واقعا مثبت 18 هستش یا نه، یه موضوع آموزشی رو دارید توش بحث میکنید. یه کانال پزشکی رو دیدم که داشتش ویدیوهای آموزشی قرار میداد و توی یه سری از ویدیوهاش داشت مقایسه بین آناتومی بدن و تفاوت‌هایی که بدن یه خانم با یه آقا داره صحبت میکرد. ویدیوش کاملا علمی و آموزشی بود، ولی چون که محدودیت سنی برای این ویدیو قرار نده بودش به مشکل خورده بودش و باعث شده بودش که کانالش درآمدزاییش فعال نشه. پس به این موضوع هم که دقت بکنید، حتی اگه دارید ویدیوهایی قرار میدید که شاید توش حرفهای مثبت 18 زده میشه و یا یه محتوایی راجبش و راجب یه موضوعات و محتوایاتی صحبت میشه که شاید برای رنج‌های سنی پایین زیاد مناسب نیستش، اونو حتما محدودیت سنی براش قرار بدید و تا جایی هم که ممکنه اصلا از این ویدیو منتشر نکنید. و اتفاق بدتری که من تو خیلی از کانال ها دیدم، افرادی که خودشون رنج سنیشون پایین 18 سال هستش میان این ویدیوها رو تولید میکنن. یعنی یه بچه‌ای که کاملا از تصویرش مشخصه که در 12 سال بیشتر سن نداره میاد همچین ویدیوهایی میسازه، تامنیل هایی هم که میزنه، کاور هایی که میزنه، کلمات کلیدی که توی تایتل و دیسکریپشنش استفاده میشه کاملا کلمات کلیدی مثبت 18 هستش و مطمئنا این کانال به درآمدزاییش و مطمئنه این کانال درآمدزاییش فعال نمیشه و اگرم حالا اتفاقی درآمدزاییش فعال شده بعد از یه مدت دیمانیتایز میشه. پس به این مورد خیلی توجه داشته باشید و یوتیوب خیلی روی این موضوع حساس هستش. ممنون از همتون که این ویدیو رو تا پایان تماشا کردید، ممنون که وقت گذاشتید، امیدوارم هیچ کدومتون توی بحث درآمدزایی یوتیوب به مشکل نخورید. اگه کانالتون هم تازه 4000 ساعت و 1000 تا سابسکرایبش پر شده و میخواید درخواست ریویو رو بدید، بدون مشکل درخواستتون تو همون بار اول تایید بشه و اصلا به این ویدیو نیاز نداشته باشید. برای همتون شادی و سلامتی رو آرزو میکنم، امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. در ادامه حالا بخشی از ویدیوهای قبلی که برای آموزش یوتیوب و درآمدزایی گذاشته بودم و براتون قرار میدم که شاید برای یه سری ها مفید باشه این صحبت ها. کاملش هم میتونید توی کانال اولم، کانال میم تیوی تماشا بکنید. هم صحبت های درباره قوانین یوتیوب، اینکه چجوری توی ریویو یوتیوب بتونیم تاییدیه بگیریم و صحبت های مختلفی درباره آموزش های یوتیوب که فکر میکنم برای خیلیاتون مفید باشه. در ادامه ویدیو هم حتما تماشا بکنید. توی پایان ویدیو هم من چند تا ویدیوی دیگه پیشنهاد میدم که اون ویدیو رو هم پیشنهاد میکنم تماشا بکنید. امیدوارم به زودی هم مشکل کانال من حل بشه، هم شمایی که داری این ویدیو رو میبینی و احتمالاً یک جایی کانالت مشکل خورده و درآمدزاییش غیر فعال شده. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.